بس میندازن. امام زمان میشدید یا نمیشدید؟ یک. دوم این که خدمتتون عرض شود، اگر کسی دید میتونه دائما ببینه یا نه؟ در خواب میشدید. اینقدر از یک کلمه اختیار دست حضرت، اگر بخواد. آدمای متقی خوب، پارسال یکی از علمای بزرگ قوم گفت، فرموده بودن که اوحدی از مردم که خیلی پاک باشن، خیلی عالم باشن، خیلی بزرگوار باشن میتونن ببینن. و هر کس بگه من حضرت دیدم، این ادعاها رو داره. بس کجا میگی حرفه؟ چطور پیغمبر رو ابو سفیان هر روز میدید؟ عمر و ابوبکر و علی ابن ابی طالب و اصحاب خوب و بد حضرت همه رو همیشه میدیدن حضرت رو. حالا چی تو شده که امام عصر حتما اونایی که خیلی بالا هستن باید ببینن؟ صلاح بدونه کافرترین مردم برای هدایتش خودشو بهشون نشون میده. این جمله رو از من داشته باشید، من اعتقادم اینه که تمام اختیار دست حضرت ولی عصره. بخواد دیده بشه میبینیم، نخواسته باشه دیده بشه، جلوتونم ایستاده باشه، نه اینکه نمیشناسیدش. این خیلی ساده، هر کی هم حرفی داره در این موضوع بیاد بگه. اصلا نمیشه دید. ما ارتباط داریم با حضرت، حضرت رو میشه دید ولی حتما نمیشناسید. چرا؟ چرا نمیشناسید؟ مرحوم علامه هلی داشت با یک عربی راه میرفت، خیلی مرد خیلی بزرگ از نظر علمی، تا رسید به جایی که اونشان فرمود که این مسئلهی که من دارم میگم تو کتاب تو هست، میده تو حاشیهش نوشته شده، تو به چشم نخورده. ای به فکر افتاد، پس میشه امام زمان رو در زمان غیبت دید؟ نه اینکه شک داشته باشه، حالا میخواست بفهمه که آقا کیه. حضرت فرمود چطور نمیشه دید؟ من دارم این چوب دستی تو یا شلاقت رو بهت میدم. خب اینجا نشناخ بازم؟ چون شناخته نمیشه. حرفو چیه؟ یه روز سحر اومدم مهدیه، دیدم یه جوان باریکی سیاه اینجا وایسیده، دورشو گرفتن، گفتم این کیه؟ گفتن از هندوستان اومده. هفته آخر ما شعبون بود. گفتم چی میگه؟ یکی از این جوان ها مترجمه تو فرودگاه، زبون انگلیسی خوب بلده، کارمند فرودگاه است. اینم دیدم باش حرف میزنه، گفت حاج آقا من دیروز تو فرودگاه بودم، یه از هواپیما پیاده شده. پرسیدم کدوم هتل میخوای بری؟ چند تا هتل کجا نمیدونم فلان، خواستیم راهنماییش کنیم. گفت نه من میخوام برم مهدیه، فارسی هم بلد نیم، اردو بلده با انگلیسی. گفتم مهدیه چه کار داری؟ گفت من گبرم، یه بچه دارم 2.5 سال فلجی، یه کشورهای خارجی بردمش، پولم خیلی دارم، هرچی هم اینجا بخون میدم. یه چند تا از این یزدیای ساکن بمبئی، اینا قوم و خویشاشون تهرون هم، این نوارای دعا ندبه اینجا رو میفرستن اونجا بمبئی، روزه جمعه میذارن. من یه رو دیدم نوار گذاشتن، من که نمیفهمم، دیدم اینا اشتا گریه میکنن. دیدم چیه؟ گفتن یه مهدیه ای داریم ما تهران، اینقدر مریض میبرن اونجا، چه میبرن؟ این نواراش آوردن، ما یه امام زمانی داریم. من گفتم یه بچه مریضی دارم. گفتن تو که همه جا بردیش اونجا هم ببرش. من پا شدم اول خودم بیام اینجا این مهدیه رو ببینم چی جوره، جا رزرو کنم بعد برم بچه‌مو بیارم. تو مریض خونه نیست اینجا، یه مرکز دعاست و نیایش و توسل به حق و ولی است. من 2 شب حاج آقا این مترجمه میگفت بردمش خونه پذیرایش کردم، حالا هم سحر آوردمش مهدیه اینجا. هر کی پول بخواد نمیدونم فلان، گفتم بهش بگو، من که زبونشو بلد نیستم، بهش بگو پولاتو بده تو جیبت، اینجا پول نمیخوام، فقط یه چیز، اگر این امام زمان ما این بچه تو شفا داد تو مسلمان شو بدون کارش میاد. این قرار ما، گفتم برو بوشین الا جمعیت، همینجا مگه نبودین؟ آمد نشست وسط یه جمعیت،
وسط دعا به همه ی این مردم گفتم، گفتم مردم حوائج خودتون رو امرو بذارید کنار، همه از امام زمان شفای بچه اینو بخواین. مجلسی شد او روز، یه دفعه به اون رفیقمون گفتم تو که زبونشو بلدی بگو پاش بیسته تو مجلس، فقط اینی که من میگم یاد بگیره، بگه یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان چه شد. یه روزم اینجا پذیرایش کردیم رفت، 40 روز نگذشت یک نامه بلند بالا با یه قطعه عکس فرستاد. بنده خدا چه میدونست عکس زن و بچه‌شو همه رو انداخته بود، یه ضرب در گذاشته بود رو عکس یه بچه، انگلیسی نوشته بود که بعد ترجمه کردن برام، گفته بود نوشته بود تشکر و یه حرفا که من وقتی رفتم کراچی بمبایی اومدم پایین با هواپیما، تلفن کردم زن و بچم اومدن فرودگاه، دیدم او بچه من داره راه میره، او بچه‌ای که 2 سال و نیم فلج مات هم برد، این چطور شده؟ گفتن فلان روز فلان ساعت این خوابیده بود، یه دفعه بلند شد پا شد، حساب کردم دیدم همون ساعتی که من اونجا میگفتم یا صاحب الزمان. میگی اینا رو ندینم چه مکرر است نام دل ربا، چه دلنشین است ذکر کار گشا، بخوان به نام ابا صالح. اما شما هرچی نسبت به اعلی حضرت ولی عهد بگید تملقه. موانیه لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المد کنهکم و انتم نور الاخیار و هدا هاتول ابرا. چی بگم؟ من چه گویم که تو همان باشی؟ یا بقیت الله، هر چه گویم تو بهتر از آنی. ای جوانی که پیر دورانی، پیر دوران چون جوانانی، از جمالت جلال میبارد، جلوه تام نور یزدانی. من چه گویم که تو همان باشی؟ هر چه گویم تو بهتر از آن. نیمه شب بلند شید در ماه رمضان، این ماه رمضان تو گره بزنید به زلف عنبر سرشت حجت ابن الحسن، به یاد امام زمان ماه رمضان تو گره بزنید تا رمضانتون مبارک باشه. مرتب بهش سلام بدید، بعد تملق که نه، سناش رو بگید. چجوری سناش رو بگید؟ زیارت آل یاسین بخون. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، درود برش بفرست علی الدوام. السلام علیک حین تقوم و تقود، السلام علیک حین ترک و تسجد، السلام علیک حین تهلل و تکبر، السلام علیک حین تحمد و تستغفر. قربون صدقش برو. امروز برای پسرم میگفتم، از یکی از علما میگفتم، مرحوم آیت الله باقری اصفهانی که مجتهد مطلق بسیار بسیار فقیه عظیم القدری بود، عجیب به مبانی فقهی و اصول مسلط بود، یه عالم نهریر عجیب در مشهد بودن. من جوان بودم، شاید 20 سالم بود، یه سفری رفتن در خدمت ایشون با چند نفر از رفقای طلبه، آمدیم تهران و بعد رفتیم قم و بعد رفتیم اصفهان در معیتشون. یه شبی که به تهران رسیده بودیم منزل کسی از رفقا رفتیم، خب بالاخره در پذیرایی رخت خواب انداخته بودن و همه خوابیده بودن. من سحر دیدم 1 ساعت و نیم به اذانشون بلند شدن. اون آدم شیطنت مثلا جوانی، گفتم خودم رو بزنم به خواب ببینم آقا چی کار میکنه. در رخت خواب خوابیده بودم و چشمام نیمه باز و نور رو دیدم، بلند شدن تشریف بردن پیرمرد، وضوعی گرفتن، آمد نمازی خون، نماز شبی خون که الان کسی بود و 3 سال گذشته یادم میاد از اون نماز شب. اون نماز بود واقعا، ما نماز میکنیم. 1 ساعت نماز طول کشید، بعد 30 ثانیه به اذان بود. منم مراقب بودم که ایشون مثلا سر و صدایی نکنم که متوجه بشن من بیدارم، خلوتشون به هم نخوره. و همینجور که نماز ایشون رو میدیدم حسرت میخوردم واقعا. بعد پیرمرد دو زانو دیدم نشست سجاده، رفقامون عمیق خواب، ما هم خودمون رو زدیم به خواب. آرام آرام زیر لب شروع کرد پیرمرد 70 ساله خطاب به امام زمان، شعر خوندن، گریه کردن. قربون صدقه امام زمان را. پدر و مادرم به قربان، جان حامد فدای 1 نفست، به فدای تو باب و حمام. سحر ماه رمضان بلند شدی که با امام زمان صحبت کن، قربون صدقش بری. تو خیابون داری میری، محل کارتی، تو دانشگاهتی، هر جا هستی،
چه اشکالی رو قربون صدقش بدی؟ یا قربون قد و بالات، قربون صبرت، قربون قربتت، قربون چشمات، قربون چشمای شهلات، قربون ابروهای به هم پیوستت، قربون اون محاسن نازنینتون، قربون زلف زلف تک تک تارهای زلفت. اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما را، با عالمی نفروشیم موی از سرت. قربون یک تار عبات، قربون شالت، قربون شال عزاد، قربون قطره قطره اشکی که صباحاً و مساء بر حسین ابن علی جدت میریزی. قربان نشستن سر سفره افطارت. میتوانید قربون صدقه بدید؟ بله. ببین ما چقدر بدبختیم وقتی که صوفیه برای عشقهای مجازی کثیف انحرافی خودشون هزار هزار شعر میسراین، غزل ما میگیم، دیوان ما میگیم، تاریخ ادبیات ایران، اینا رو منتشر میکنیم که بسیاری از اینها انحراف مزاجی بوده و شاهد بازی داشتن. میگیم تفخیم میکنیم، میگیم ادبه چیه چنینه چنان. بعد من حق ندارم قربون صدقه حبیب عالم، محبوب عالم و خاتم، موعود آدم و عالم حجت ابن الحسن بره تعریف کنم ازش، بعد قربون صدقهش برم. ببینید مثلا مولوی گم کرده را نسبت به شمس که او یه آدم پلشتی بوده و این چی کار کرده در عشق ورزی، واقعا چی کار کرد؟ دیوان شمس رو آدم میکنه میبینه این دیوانه شمس بوده. شمس رو حق داره. تبریزی از خلق چه پریزی. حالا این چرندیات رو نکنم، ایفه محرم از زبانمون بی حرفا باز بشه. درحد بیفرمایید شما از صاحب زمان بگید، با صاحب زمان صحبت کنید، باور کنید گوش دل می سپرد، باور کنید می شنود، باور کنید می شنود. سالها قبل دختری 8 ساله گفتن خوابی دیده و مثلا تعبیر می خواند و چنین، چی خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که امام زمان اومدن تو خونه ما نشستن و دختر 8 ساله که حالا تو خونه تازه مثلا یه جارویکی میزنه، یه استکانی میشوره که کم کم یاد بگیره، این دختره مثلا استکان که میشسته یا درساش میخونده یا میرفته میومده اون شعر معروف رو میخونده که ابا صالح هر کجا هستی التماس دعا یاد ما هم باش. گفت آقا امام زمان به من گفتن فلانی اسمم بردن. گفتن بله آقا. ماده بودن نشسته بودن تو خونم روی فرش، گفتن تو وقتی این شعر رو میخونی، شعر رو هم گفتن، میگه ابا صالح هر کجا هستی التماس دعا یاد ما هم باش، من به یادتم و خوشم میاد از این شعر. کتاب الشام و اهل البیت می نویسد مستر شده بود، خلاصش اینه، می اومد یاد ایران خدمت امام رضا علیه السلام برسه، اموالشو بین راه بردم، مستر شد، استغاثه کرد به حضرت. خب باید گدایی کنی، یه حاجت از بنده خدا میخوای 10 بار بهش تلفن میکنی، 20 بار در دکونش میری، التماسش میکنی، نامه براش مینویسی، اون نیاز هم خیر تویه. ببین منو تو رو مبتلامون میکنن، چرا؟ دوستمون دارن. وقتی هم میری روایت داره حاجت تو میده به 2 ملک، میگه بهش ندید، انی احب صوته، من صدای یا صاحب الزمان اینو دوست دارم، من دلم میخواد بره جمع کران بگه یا صاحب الزمان، دلم میخواد این بره تو مجلس بگه یا صاحب الزمان، بهش ندید. مثل یه بچه‌ای که تازه راه رفتن یاد گرفت، بابایه میخواد اینو راش بندازه، خب یه شکلات میگیره دستش، پسرم بیا جلو بابا، بچه یه قدم میاد جلو، همه یه هم مقمش این شکلات رو بگیره، یه قدم که میاد جلو بابا شکلات رو میبره عقبتر. اینو عاشق این شکلاته کرده، به بهانه این شکلاته میخواد چیکارش کنه؟ راه رفتن بهش یاد بده. تو گرفتار شدی، بگه یا صاحب الزمان، دلتم میخواد همین امشب بهت بده بری، اما آقا میگه این که حالا مبتلاش کردین، چون وقتی که رفاه بهش میدیم مبتلا نیست، سراغ ما نمیاد، وقتی سراغ ما نمیاد میره گناه میکنه، معصیت میکنه، من چون دوستش دارم گوش اینو میگیرم مبتلاش میکنم که بیاد، حالا که آمده پیش من آخه اگه الانم بهش بدم باز میره، یه چند روزی نگرد میداره، مبتلات کرده چون دوستت داره،
میخواد تو به هوای این حاجت که اومدی یه ختم قرآن بخونی، سحر بلند شی، بگی یه مشهدی برم، یه جمکرانی برم. خیلی اول بهت میداد که این فیضا گیرت نمی اومد مؤمن. پس دوست داره حضرت، چون دوست داره معطلت کرده، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. این مستر شده بود تو صحرامو، هی گفت المستغاث بک یا صاحب الزمان. دید یه جوان خوشبوی خوشروی لطیف الحرکات، خیلی باوقار متین، خال هاشمی بر گونه راست، لونه عربی علی خده خال کأنه کوکب. سلدان سلدان تشریف آوردن جلو، به اسم کوچکش صدای زدن، مالت رو بردن. بلا مستر شدی؟ بلا جم، میخوام برم مشهد الرضا علی ابن موسی رو زیارت کنم. فرمودن که این پول رو بگیر تا سامر را تو رو میرسونه. سامر را که رسیدی، برو خونه میرزای شیرازی، به میرزای شیرازی بگو به این نشان که فلان شب اومدی دمشق حرم امم زینب سلام الله علیها، در حرم امم زینب دیدی زوار حرمو کثیف کردن، دل طاقت نیورد، گفتی حرمو جارو بزنم. ملا علی کنی هم اومده، او رو صدا زدی، گشتین جارو پیدا کنین حرم و جارو بزنین، جارو گیرت نیومد. به ملا علی گفتی بیا عباهامونو از رو دوشمون برداریم، با عباهامون حرم زینب کبرا رو جارو بزنیم. عبا رو برداشتید، با عباهاتون حرم عمه جانمو جارو میزدید. من هم آمده بودم اونجا عمه جانمو زیارت کنم. این نشانه رو به میرزای شیرازی بگو، مخارج راهتو میده. گفت چشم. اومد سامر را، رفت خونه میرزای شیرازی، سلام کرد، گفت آقا یک نشونه برات دارم، حاجت دارم. گفت چیه نشانه؟ گفت فرمودن فلان شب در دمشق دیدی حرم امم زینب و زوار کثیف کردن، عبا تو برداشتی با ملا علی کنی دوتایی حرمو جارو زدید. فرمودن من هم اونجا بودم، اومدم عممو زیارت کنم. میرزا گفت صبر کن ببینم چی میگی، بیا جلو، اول بذار من چند تا بوسه از این چشمان تو بگیرم. گفت برای چی آقا؟ چشام میخوام ببوسی. گفت آخه تو نمیدونی چه آقایی رو زیارت کردی که نشانه درسته، ولی من که نمیدونستم که مهدی فاطمه هم داره ما رو نگاه میکنه وقت ما داریم